به نام خداورز سلام بیننده عزیز، آرزو دارم همه شما صحت و سلامت باشین. شما بیننده برنامه مسافر هستید. امروز در یکی از رستوران‌ها آمدیم که کاملا متفاوت با یک غذای جدید، سمپل رستوران یا رستوران ساده. جالبی است که مالک از این رستوران یک خانم فعال است و همچنان سرآشپز این رستوران هم است. با ما باشید. سلام. خوب هستین؟ صحت خوب؟ خوش آمدید. خوش آمدید. بفرمایید. تشکر. سلامت باشین. بفرمایید. مرحبا. خوب هستین ان شاء الله؟ تشکر. زنده باشید. سلامت. اسم مبارک. مینا هستم. مینا جان. دوستای عزیز، مینا جان مسئولیت امیر رستوران داره. خوش آمدین. چی میل دارین بیاریم؟ سلامت باشین. تشکر. چای، جوس. خب هوا سرد است، یک گلاس چای اگر بگیریم. یک چای برای ما بیار. تشکر. سلامت باشین. خب گفتیم کدام غذا رو دارین شما اینجا؟ هوا، چون که هوا سرد است، ما یک چند نوع آش داریم و عصرانه داریم که یک عصرانه ما کوکو سبزی است، کوکوی کچالو است، دیگه آش، یک نوع آش وطنی داریم، یک نوع آش سبزی داریم، دیگه بولانی داریم و برای عصرانه ما خجور داریم. که یارو همگیش خودتون آماده میکنید؟ آه بله بله. اینجا تازه؟ بله. بسیار خوب. در صفحه فیسبوک ما یک کسی پیام گذاشته بود که یک آش خاص بامیانی دارن اینا. اگر امروز شما موافق باشین یک آش خاص بامیانی رو میگیریم. بله. در پولیش دیگه کدام غذا رو گفتین؟ یک آش سبزی هم هست. آش سبزی. همین دو نوع آش رو میگیریم دوستان. بله. عزیز، که یکیش آش خاص بامیانی است و یکی هم آش سبزی. بله. درست است؟ بله. اینجا من خواندم که خب چای است و جوس است. فکر کنم که این چای عسل لیمو است و این چای برای زمستان و برای گلو بسیار عالی است. گلو رو صاف میکنه. بسیار خوب. نعنا هم داره؟ آه، نعنای تازه هم داره. خب بگیریم. بشه. گجورم شما هم اینجا آماده میکنیم. آه بله. بسیار یک فضای مقبول. تشکر. بسیار ساده هم آمده. تشکر. خوش آمدین. زنده باشید. خوش باشید. خب خیلی بریم به آه بله بفرمایید. میرم. خب قسمی که براتون گفتم، امروز خانم مینا دو نوع آش آماده می‌سازه که یکیش آش وطنی خود ما است، البته از ولایت زیبای بامیان، و یکیم آش سبزیدار است. گفتین که این که در آش سبزیدار یا آش مساله‌دار از کدام مساله‌جات استفاده میکنن ان شاء الله از خانم مینا میپرسیم. ولی خانم مینا، اولین دفعه است که من این رقم میبینم. بله. که فکر میکنم قبلا شما آماده ساختین به خاطر از اینکه خشک شدن. آه بله بله. بازالی این رقم می آش کت کت میکنین یا می رقم پخته میشه؟ این را ما همراه آرد و نمک خمیر میکنیم. خمیر میکنیم و خمیر را صاف میکنیم و بعد از او همراه دست تکه تکه میکنیم و میمانیم که خشک شده. این خمیر برای آش وطنی است. همین آش وطنی یا آش بامیانی؟ بله بله. این آش در بعضی از مناطق بامیان پخته میشه، البته در بعضی از ولایت های دیگه افغانستان مثل بدخشان یا بعضی وقتها حتی در کابل هم جور میشه، که نام های مختلفی داره. بعضی ها ایرا لخشک میگن، بعضی ها ایرا آش دسکنده میگن، چون که خمیرش همراه دسکنده میشه. ولی در رستوران شما به نام آش خاص بامیانی است. آه بله بله. درست. جالب است، اولین بار است که من این ترگاش رو میبینم بعد از اینکه بخیر پخته شد. باز مزهش رو بر شما قسم میکنیم. خب درست است. بسم الله. بخیر، اول این آش آماده میکنیم؟ آه بله بله.
خب دوستان اگه اجازه باشه یک چیز دیگر هم میخوایم. در رستورانتی که مسئولیت رستورانت خانم مینا دارن، غذایی که آماده میشه خجور بسیار مزه‌دار دارن، واقعا با چای سبز لیمویی عسل بسیار مزه داد، کیف کردیم و خوب مزه‌دار بود. خب بسم الله بخیر، میشه که زمین اول شما معرفی کنین که کدام آش آماده میکنین؟ خب ما اولی آش وطنی رو آماده میکنیم. آش وطنی یا آش بامیانی؟ درست. موادش هم خیلی مواد محدودی هست که همه میتونن در خانهایشان جور کنن. این خمیری است که از قبلا آماده کردیم، ماست است، پیاز است، سیر هست و آب جوش. خب آب جوش، سیر، پیاز، ماست و همین خمیری که قبلا شما آماده کردید. همین مردم کابل زمانی که آشک پخته میکنن، باز خمیری که بدون گندنه در آشک میانن، باز او رو به نام لخشک یاد میکنن. باش من دستکش اگه اجازه باشه بپوشم. بله بله حتما. کاری باشه من هم کارت هستم امروز فقط. البته ایاش در هوای سرد بسیار طرفدار داره و کسی که سرما خورده میتونه در زی کمی شلغم اضافه کنه و بسیار دوای خوب سرما خورده مؤثر تمام میشه، بخصوص در این فصل سال که همین فعلا قرار داریم. بله. فقط دوست عزیز روغن به قدر ضرورت استفاده میشه؟ روغن بسیار کم استفاده میکنیم، همقدر که پیاز ما سرخ شده رنگش کمی تغییر کنه و زرد شده. پیره ما آماده شد، پیاز خود رو پر میکنیم. خب اگر کار باشه بر مام بگوی؟ فعلا که کار نیست. تشکر. خانم مینا چقدر وقت کار دارم؟ یک دو دقیقه تقریبا. بعد از اینکه پیاز زرد شد ما آب جوش هم اندازیم داخلش. خب درست. و برای چند دقیقه میمونه؟ چون که آب جوش است فقط به اندازه یک 5 دقیقه میمونیم تا کمی آب بیشتر جوش بخوره همراه پیاز. پیاز و سیر خب جوش بخوره. و وقتی که آب انداختیم او وقت سیر را میندازیم. درست. سیر را در اول وقتی که پیاز را زرد میکنیم نمیندازیم، چون که سیر بسیار زود میسوزه. درست. خب دوست عزیز پنج دقیقه وقت داریم، یک وقفه کوتاه. ادامه مسافر است و امروز خانم مینا قسمی که براتون گفتیم آش خاص بامیانی را آماده میکنم که در شروع مقدار بسیار کم از روغن استفاده کردن، بعدا پیاز و خوب یک چند دقیقه ماندن تا اینکه رنگ پیاز تغییر کنه یا گلابی شود، بعدا آب اضافه ساختن، بعد از آب سیر. سیر به خاطر از این اکثرا خانم مینا در خانواده زمانی که سیر میخواین اضافه بسازن با مون روغن به خاطر از اینکه کمک سر شوه، ولی در آش بامیانی آب اضافه میسازن که آب دوست عزیز در نظر داشته باشین که آب جوش باشه، بعدن سیر اضافه ساختن.
و حاله؟ خب، این اوی ما که خوب جوش کرد در ادامه از این ما میتونیم او خمیرهای خدا خمیر اضافه بسازیم؟ اضافه بسازیم. خب آب جوش هست که خمیر؟ آه بله، او جوش کرده بله، میخوایی که به جوش آمده بله، ما خمیره میتونیم در اضافه کنیم. خمیرشون که تکای خیلی کلان است میتونیم کمی خردتر کنیم، خردتر کنیم تکایش. خمیری که شما آماده ساختین از آرد ترمیده است؟ آه بله، آرد است، نمک است، دیگه کنون مساله استفاده شده دیش؟ نه، فقط آرد و نمک و کمی آب خمیر جور کردیم و بازی نمیمونه اینم که خوب برسه مثل که نان پخته میکنن یا ضرورت برسیدن کار نداره؟ نه، ضرورت برسیدن نداره چون که بین از این خمیر مایه نیست. خب از خمیر مایه هم استفاده نمیشه. آه بله. در این فاصله که خمیر کمی نرم میشه ما میتونیم مقدار خیلی کمی نمک اضافه کنیم چون که از قبل خمیری که آماده کردیم هم کمی نمک داره. کم نمک بوده و نمک شده اضافه. آه خمیر کمی نمک داره پس ما خیلی مقدار کمی اندازه یک قاشق چای خوری دوباره نمک اضافه میکنیم. برای چند دقیقه میمونیم؟ ایره تا کمی همین خمیرها نرم شود تقریبا یک 5 دقیقه. بله 5 دقیقه میمونیم که جوش بخوره. اگر خود موافق باشیم به یک رضای دومی را آه بله درست است؟ خب چی استفاده میشه ده؟ خب این آش ما سبزی داره که سبزی ما پالک است، گندنه است، جعفری است و گشنیز است. سبزی پالک است، بله. گندنه است، بله. جعفری است، گشنیز. بله گشنیز و گشنیز دوست چهار نوع آه بله استفاده جان استفاده میشه. و حبوبات ما دال نسک است، آه دال نسک است، لوبیا است و نخود. و یک چیز میخواییم رابطه به غذای بامیانی بگویم. بله. اما خمیری را که شما آماده ساخته بودین بله او را توسط ماشین آش از ماشین کشیده بودین بخاطر انوار شدنش؟ نه، این خمیر را ما جور کردیم و همراه آشگز آشگز همراه آشگز صاف کردیم و همراه دست تکه تکه میشه. باز میمونیم که خشک شد؟ آه بله، باز میمونیم خشک شد. خشک شدنش مهم نیست که در سایه باشه یا در آفتاب؟ خب معمولا در سایه میباشه. در سایه میباشه، درست. خانم مینا فکر کنم که آماده باشه. آه بله، آش شما آماده است. خب میشه که کمک برمدمی؟ آه بله چرا نه. بسیار کم. خوب یک رنگ مقبول میشه که مقبول جان خود از نزدیک کم بگیریش. داغ بود، نخواستم بکنم داغ از نوازه باید خوش تو میگفتیم اگر تو تشکر از اینکه مسافره برای دیدن انتخاب کردین. دوست عزیز آل بخیر، غذای دومی ما را آماده می‌سازیم که او هم یک نوع آش است
که البته در یاش از پالک، گشنیز، جفریه و گندنه استفاده میشه. درست؟ بله. بسم الله بخیر. خانم اینا آب جور شد؟ آه بله. دیگه چیز اضافه میسازیم؟ آلی لوبیا و خود و خوبات دیگر اضافه میکنیم. آه درست بید. چقدر وقت گفتین که ده دقیقه میمانیم که خوب جوش بخورن همراهی هم دیگه. پالک هم سبزیجات هم اضافه ساختیم و لوبیا، نخات، عدس یا نسک هم ده دقیقه وقت داره؟ بله ده دقیقه. خب دوستای عزیز ده دقیقه وقت داریم، یک وقفه کوتاه میدیم. سلام، اجازه است؟ خوب هستید؟ ساعت شما خوب؟ تشکر، شما خوب هستید؟ سلامت، تشکر، زنده باشین. با یکی از مهمانای این رستوران هستیم یا مشتریش بگویم چی فرمایش دارید؟ ما برای فعلا که یک خجور سفارش دادیم با چای بخوریم تا آش حاضر شد. خب بسیار خوب. چقدر وقت میشه که شما در این رستوران بین؟ از روزی که افتتاح شده من به این رستوران میرم. خب زیادتر کدام غذا رو دوست دارید این رستوران؟ خب من کل غذاهای اینجا رو دوست دارم، چون که بسیار مزه خوب داره، طعم خانگی داره برعکس بقیه رستوران ها. بعد بیشتر موقع که از کار تعطیل میشیم دیگر یا ظهر با دوستای میایم اینجا نهار میخوریم یا عصرانه میخوریم، باز چون که یک مکان بسیار گرم و صمیمی هست. بعد مال یک خانوم هست و ما اینجا خیلی احساس راحتی میکنیم. بسیار عالی، بیشتر خوب براتون میخوشم. خب آماده است که فکر میکنم که آوام آه بله این خوب جوش خورده. بله آله میتونیم آشرام آش اضافه کنیم بسازید. و یک چیزی که دوستا برای شما باید یادآور شون، تقریبا بعد از اینکه سبزیجات که اضافه میشه با آب جوش اضافه تر از 10 دقیقه شاید 15 دقیقه گذشته باشه، ولی حتی تا 20 دقیقه هم اگر بانین به خاطر از اینکه مو طعم سبزیجات هر کدامش زمانی که شما نوشجان میکنید اس شون، باید بانیم که خوب جوش بخوره. حالا آش اضافه میکنیم؟ آش اضافه میکنیم. خب آش هم آماده شده، میتونیم دسترش کمی ماست بندازیم. کمی پیاز زرد شده که از قبل آماده کردیم، خیلی کم روغن، و نانایی که از قبل آماده کردیم و به روغن سرخ شده. ما دیگه فقط امروز خواستیم که طرز تهیه دو نوع آش داشته باشیم. در پولیش اینا لطف کردن از بولونی که خودشان آماده میکنن و این سبزی سبزی کوکو. سبزی کوکو یا کوکو سبزی. بله. خب رو بخشید اگه زحمت باره شما. خواهش میکنم، خوش آمده باشید. غذا آماده شد دوست عزیز،
بسم الله. خب از او آشه که آشه خاص بامیانی بود، از آشه که شما مالا ساخته بودین و یک نوع آشه خاص بامیانی است که شما دارین، از او خود گرفتیم بسیار مزه‌دار بود. باش که آشه سبزی چطور است؟ اگر شما میل یک آش مزه‌دار در این فصل زمستان اشتها دارید، فقط بیاین به سمپل رستوران. واقعا بسیار لذیذ، بسیار مزه‌دار. خوش آمدید. خب یه کوکو سبزی است، پالک است، دیگه چی داره؟ گندنه است. گندنه است. گشنیز است. گشنیز است. جعفری است. و شیبیت. شیبیت. دیگه چیز نداره؟ همراه تخم. تخم مارد. تخم و کمی آرد. کاملا یک طعم متفاوت داره. میشه. بسیار مزه‌دار است. دوستان شما هم سر بزنین به صفحات اجتماعی، به یوتیوب و صفحه فیسبوک ما. در هر جایی که نمیتونه یک غذای مزه‌دار نوش جان کردین، فقط آدرس رو بگین و نام رستوران، انشالله حتما ما میرسیم. بسیار مزه‌دار بود غذا. نگیش خوب از مشتریاتون نگفتین که بیشتر کدام مشتری ها هستن، بخاطر از اینکه در افغانستان و خصوصا در کابل رستورانت هایی که تعلق بگیره به خانم ها کم است. بله. من تو فکر میکنم که شاید اکثریت مشتری های شما خانم ها باشه. بله، اکثریت مشتری های ما خانم ها هستن. میان اینجا هم یکی از یک خانم حمایت کنن، هم بسر. یک فضای گرم و صمیمی هست و راحت هستن، اما مشتری های مرد هم داریم. کم هستن نسبت به خانم ها. نسبت به خانم ها کمتر هستن. خب یک عالم تشکر از شما از غذاهای مزه‌دار کاملا ساخته بودین. خوش آمدید. شما زنده باشین. خوش آمدید. دوستای عزیز، این بود برنامه هفته ما. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و موفق و کامگار باشین.